الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أستعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم با عرض سلام و ادب محضر همه بینندگان عزیز امیدوارم که خوب و صحتمند بوده و لباس عافیت وطن داشته باشید. من شفیق الله سالم هستم با یک برنامه خیلی زیبا و عالی در خدمت شما و مهمان برنامه امروزی من و شما استاد محمد امینی مدقی قرغانی می باشند. موضوعی که امروز می خواهیم پیرامون صحبت داشته باشیم و در این راستا بچرخیم پیرامونی ملا و یا هم ملا ستیزی می باشد که امروز در جامعه افغانی و اسلامی من و شما واقعا این موضوع خیلی گرم و داغ است و در صفحات اجتماعی ما مشاهده می کنیم که اکثر جوانان پیرامون واژه ملا که آیا جواز دارد ندارد می چرخند و اکثرا در میان جامعه افغانی و اسلامی من و شما ملا و واژه ملا را تحقیر و توهین می دانند. خواستیم در این موضوع صحبتی داشته باشیم با استاد محمد امینی مدقیق ارغانی. استاد بفرمایید. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه و بعد. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه و هو اصدق القائلین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق الله العظیم. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز، خواهران و برادران نهایت ارجمند. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین و از برنامه مهم و سخنان ارزشمندی که در پرتو آیت و حدیث و آیات و روایات و دیدگاه دانشمندان اسلامی به حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم استفاده اعظمی ببریم. جناب استاد گرامی، نظر شما در این راستا که ملا چی کسی هست و یا این اصطلاح جواز دارد به ملاها استفاده شود به علما یا خیر، میخواهیم نظر شما را در این راستا بدانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال شما باید گفت که واقعا باید بچرخیم در رابطه با اینکه آیا کلمه ملا یک کلمه منطقی هست یا خیر. امروز که ما به علما استفاده میکنیم ملا، و واکنش تند و دین ستیزانه و ملا ستیزانه ای که یک تعداد از جوانانی از دین بیخبر، بهتر بگویم جوانانی سیکولار زده و غرب زده، در برابر کلمه ملا که دارن از چه قرار است، موضوع بسیار مهم است. کلمه ملا کلمه عربی است، از اصل و مصدر و ریشه ملع گرفته شده. ملع به معنی پوری. خب یک قاعده علمی است، زمانی که ما یک کلمه را از حالت لغویش به یک اصطلاح خاصی که تبدیل میکنیم، باید میان منقول منه و منقول الیه یک ربط تنگاتنگ وجود داشته باشد. خب وقتی گفتیم کلمه ملا از مصدر ملع گرفته شده به معنی پوری، خب علما را چرا ما ملا میگیم؟ یعنی چی؟ خب علما هم چون از نور علم، از ظرفیت علمی، از داشته های علم شریعت، از اندیشه های ناب قرآن و سنت برخوردار هستند، بدین مناسبت، بدین اساس در جامعه ما، در جامعه کنار ما، در کشور کنار ما که پاکستان هست، جامعه علمی پاکستان و جامعه روحانیت ایران، همچنان در هندوستان که اهل سنتش در مجموع مسلمانانش است، و یا هم بعضی کشورهای فارسی زبان و یا غیر فارسی زبان، مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، در مجموع اکثر کشورهای میانه کلمه ملا را به طبقه روحانی و علماشان استفاده میکنند. پس فهمیده شد که استفاده کلمه ملا ریشه لغوی و ریشه اصطلاحی علمی دینی داشته، درست است؟ و خب وقتی که داشته، یعنی درست است که علما را بگوییم ملا. بله. حالا جنبه یا بخش دوم سوال شما که واکنش اکثر جوانان در باره از چیز، چرا ملا ستیزی شده؟ چرا امروز درباره کلمه ملا سنگر گرفته شده؟ چرا امروز کلمه ملا به یک کلمه ریشخند تبدیل شده؟ امروز من در جامعه میبینم که عمریست در رسانه هستم، عمریست در تدریس و در موضوعات دعوتی من در خدمت مردم بزرگ افغانستان قرار دارم، که حتی من خودم به عنوان کسی که الحمدلله ملا هستم، مدرس مدرسه و سایر امورات دینی را که به دوش دارم،
در اکثر جایا به خصوص در وقت جمهوریت ما زیر نام کلمه ملا توهین شدیم. من در بعضی دفاتر دولتی میرفتم، اگرچه که دستار عمامه بر سر نداشتم، فقط همین کلا بر سر داشتم، اکثر مردم ها با دیدگاه های شوم، با نگاه های شوم و تیز و تحقیرآمیز به ما میدیدن، میپرسن ملا کی نیستی؟ درست است؟ نه نه نه. با همین قیافه‌ای که الان داریم میرفتیم. خب نمیشه قیافه روحانیت و قیافه‌ای که شریعتی را برای ما بخشیده ما در یک جای بریم به خاطر یک دو کار دنیاوی را تغییر بدیم. خب این کار نداره. حفظ اصالت در هر جا نشانی از پختگی تربیتی یک انسان است، چه در تربیت خانوادگی چه در تربیت دینی مدرسوی است. و ما هم با افتخار میگفتیم بله ملا هستیم. این یک موضوع. سوال او هدف دیگه بود و جواب ما خب رک و راست و قاطعانه بود، بله ما هستیم. و همچنان در جامعه امروزی که حکومت امارت اسلامی در افغانستان الحمدلله که حاکمیت داره، در این وقت باز بیشتر شده. برای چی؟ علت چیست؟ ما یکی از جنبه های حق بودن و مقدس بودن کلمه ملا را بیشتر در این وقت میفهمیم. چرا؟ زمانی که حکومت امارت اسلامی آمد، از امیرالمؤمنین شیخ اخوندزاده حفظه الله و تا با آخرین کسانی که در دوائر دولتی کار میکنن بیشتر علما هستن، این جنگ به عنوان یک جنگ تبلیغاتی و جنگ رسانوی از طریق رسانه ها، فیسبوک و اینترنت و وایبر و مسنجر و صفحات اکس و سایر جای دیگری بیشتر شعله‌ور شد. در برابر مردم جنگ تبلیغاتی شروع شد و جوانانی که از دین آگاهی ندارن فکر میکردن که مقصر تمام بی‌بندوباری ها در جامعه افغانستان در طول 40 سال گذشته همین ملا هاست و مقصر این همه کشت و خون ها، مقصر این همه فحش و فاحشگی ها در جامعه ملا هاست، بیشتر شعله ور شد. به خاطر چی؟ چون در رأس حکومت ملا ها قرار گرفت. غرب توسط راه اندازی صدها صفحات اجتماعی جنگ را دوباره پس پکه کرد، بیشتر شد. ای به این معناست که حقانیت کلمه ملا خیلی قوی است. کلمه ملا کلمه پاک و مقدس است، ولی تقصیر عزیز که دیگران از این نام سوء استفاده کردند. آیا ای که یک تعداد جوانان از این کلمه به معنای بد تفسیر میکنند، ما طبقه ملاها مقصر هستیم یا خیر؟ میایم روی از این میچرخیم. نه، طبقه ملا بابت بدنام ساختن خود نام ملا اصلا تقصیری ندارند. برای چی؟ چون در دوران جمهوریت هم خیلی از مردم ها با گذاشتن ریش و با گذاشتن یک عمامه متظاهرانه به ملایی کارهایی را انجام دادن و ایران منسوب به جامعه روحانیت و پاک ملایی و علمی و دینی در افغانستان کردن. همه مردم ها در واقع اونا یک دستاویزهایی بودن، در واقع اونا یک کارهای دستوری بودن که یک کسی کار را انجام میداد، باز همه کس با چشمهای هیز و با زبانهای بسیار تیز دیگه به جامعه ملایی میدیدن و میگفتن که این کار همه ملا کردن. پس لحاظا جفای بزرگی که یک تعداد از جوانان میکنن، یک تعداد از خواهران، یک تعداد از برادران که در برای کلمه ملا میکنن، این جفا جفای نابخشودنی است. جفایی است که در واقع هر کدام اینها بلندگوی سخن استعمار علیه جامعه روحانیت در افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه در برابر قشر علما است. لحاظا این موضوع موضوع بسیار خطرناک و یک جنگ بسیار بزرگی است که اگر هر کسی در این جنبه در کنار چنین مردمانی علیه علما قرار میگیرن، در واقع به گفته امام ابن قیم جوزی رحمه الله، کسانی که علیه علما سنگر میگیرن در رزالتشان و در کسافتکاریشان بدتر از نسل یهود و یهودیت و مسیحیت نیستن، که اونا به عین چنین جنبه های در برابر قشر علما سنگرگیری میکنن و فرهنگ استعمار را رشد میدن. پس لحاظا توصیه ما به قشر عوام، به خصوص به طبقه جوان، عام از خواهر و برادری است که این کلمه را بشناسین و این کلمه را بر هر کس هم اطلاق نکنین. دقیقا. اگر من به عنوان کسی که از سن 8 سالگی هم که الان 28 سال دارم
20 سال مکمل در دایره مدرسه بودم، در آغوش مدرسه بزرگ شدم. هرچی در کله من هست فکر قرآن و سنت است، چیز دیگری نیست. خب اگر من با همین سیما، با همین قیافه کار را میکنم که مطابق فرهنگ دین نیست و سبب میشه که طبقه علما را من بدنام میکنم، در واقع من ملا و عالم نیستم. متوجه هستید؟ طبقه ملا و نام ملا بسیار نام پاک است. امروز در جامعه یک تعداد مردم ها پیدا شدن با گذاشتن کلا، با گذاشتن ریش، با ساختن یک قیافه دست ساختگی روحانیت، طبقه ملا را بدنام کردن. ما نمیتونیم که کلشان بگیم ملا. امروز ما به عنوان یک عالم دین اگر ما برم لباس سفید تپ بر سر بکنم، درست است؟ بجان بکنم و یک چیزی معاینه را به گردن خود بیا آویزان بکنم، برم در شفاخانه به مریضا رسیدگی بکنم، مرا دکتر گفته نمیشه، چون با محض لباس شده برتن کردیم. امروز اکثر مردم ها این گونه است، به نام ملا این کارها را میکنن. ما نمیتونیم که اینا را بگیم که ملاها این کارا کردن. نه، قضاوت کلی در برابر این قشر یک قضاوت ناجوان مردانه و قضاوت نابانصافانه است. باید ما هر چیزی ببینیم درست قضاوت بکنیم. تشکر استاد گرامی. جناب استاد، جفایی که امروز در حق علما صورت میگیره، حتی بعضی هم میگویند که انحطاط مسلمین و با قرار رفتن اسلام و مسلمین این مشکل علما بوده و به دوش علما هست و اینا انگیزه شده سبب شدن که تو اسلام و مسلمین به قهقرا و انحطاط رو بیاورند. نظر شما در این راستا چی هست؟ ببینیم، امروز یک موضوع دیگه هم در جامعه زیاد به عنوان بلا دهن باز کرده و فکر و ذهن یک تعداد جوانان از دین بیخبر قرط میکنه در شکم خودش، و ایست که آه از دست ملا، همین ملا بود که وطن خراب شد، همین ملا بود که اینقدر جنگ خون ریزی شد. من خودم یک روز در یک رادیو صحبت میکردم، برنامه زنده بود، در این موضوع صحبت میکردم، یک جوان حرف زد، گفت شما چرا دارین از ملاها استفاده میکنین، با وجودی که در طول 20 سال این همه مردمی که از اگر از طرف طالب کشته شدن، اگر از طرف دولت کشته شدن، از مردم عام کشته شدن، از دست ملاها بود. ببین این حرف خیلی سنگین است. واقعا خب این سخنی که در ذهن همه جوانی که از این کشور خود ما است، از این سرزمین است، در آغوش پدر و مادر مسلمان بزرگ شده، از کجا نشأت میگیره؟ خب ملا کدام دفعه در سر منبر گفت که برین بکشین، تاراج بکنین، به تاراج ببرین؟ خب بعض جایا فساد و فاحشگی و بی‌بندوباری که در جامعه زیاد میشه، خب آه از دست ملا هاست. خب راه زده میشه از دست ملا هاست. عزیز، زمانی که کاری که به فایدت باشه، کاری که به نفعت باشه، ملا هر قدر که تو را در اونجا توصیه بکنه یا تو را راهنمایی بکنه، حرف ملا قابل شنیدن نیست در اونجا. ملا تاریک فکر است، ملا کوتا فکر است، ملا ذهنش منجمد است. ولی زمانی که پاشان لنگید، افتیدن در جایی با یک ضرر بسیار بزرگی که چی شدن، بازر وقت ملا را ملامت میکنن که دست ملا است. ملا کدام روز در منبر گفت که زنا بکنی؟ ملا کدام روز از طریق منبر یا از طریق رسانه برای شما توصیه کرد که فرزندتان را درست تربیت نکنید؟ امروز یک تعداد کسایی فرزندانشون در مساجد روان میکنن، توصیه درست نمیشه، یک اندکی بی‌توجهی در برابرشون صورت میگیره، خب از دست ملا هاست. عزیز، فرزند تو 2 ساعت پیش ملا درس میخونه، 22 ساعت دیگه پیش تو و پیش همسر توست. دقیقاً. حتی روش تربیت همین گونه است. 2 ساعت پیشی استاد و ملا و یا معلم مکتب و سایر کسای دیگه است، 22 ساعت در خانه پیش خودت است. بله. متوجه هستین؟ پس ببینیم در اینجا تقصیر بیشتر روی چی کسی است. این تک موضوع در هر جا یک جفای بسیار بزرگ است. یا در جامعه که اگر که بگردیم، حتی در دوران جمهوریت یک موضوع عام شده بود، کسی که ملا و عالم بود، چهره روحانیت داشت، حتی کس برای زن نمیداد، گفتیم ملا است. متوجه هستین؟ یا مثلا در یک جایی اگر میخواست در دوران جمهوریت در یک جای استاد شوی، در یک دانشگاهی، در یک مکتبی، کس برات وظیفه نمیداد، میگفتی ملا است. این جفای بسیار بزرگی است. خب در این قسمت کی ملامت است؟ در قدم اول خود دشمن ملامت است، بله، ولی از دشمن گله ای نیست. دشمن از کار خود میکنه. بله. از دشمن جز دشمنی چیز دیگه توقع برده میشه به نظر شما؟ نه خیر. خب پس از چی کسی شکایت بکنه؟ از دشمنان شکایت برند به دوستان، چون دوست دشمن از شکایت کجا بری؟ توجه هستی؟
یا دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدیم، نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده. این شعر بسیار یک مستاق قشنگی در رابطه به اثرپذیری یا تاثیرپذیری فرهنگ شوم غربی توسط همین مردم ما از جهان بیرون علیه الله ها داره، یک مستاق قشنگی داره، یک برچسب خیلی خوبی داره. درست است؟ بدانش این تقریبا موضوعات. این خرابی ها فعلا در جامعه افغانستان زیاد است، به خصوص در این وقت بیشتر زیاد است. من در رسانه ها میبینم جوانانی که یک عمر تحصیل کردن در همین جامعه کلان شدن، چنان سنگر علیه علما میگیرن که این سنگر را یهود امروزی در برابر کشور فلسطین نگرفتن. دقیقاً متوجه هستین؟ در واقع پس این کسان، همین کسانی که چون این کارهایی را میکنن علیه علما، مستاق همو آیات است که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کسانی که دوست دارن فاحشه در میان مردم پخش شوه، در میان اهل ایمان پخش شوه، اونا عذاب دنیوی و عذاب اخروی متوجه حالشان است. عذاب دنیوی چیست؟ همین قسم مردم ها به زودترین وقت جامعه برکنده میشه. در دوران جمهوریت از همین قشر، از قشر ملا ستیز، از قشر روحانیت ستیز، از قشر دین ستیز، به نام جامعه مدنی، به نام دعوا کنندگان تساوی حقوق مرد و زن، همه اینا در جامعه میگشتن. ما بارها خودیم در این قسمت شهر کابل دیدم که اینا با چی کارهای، با چی پارچه های تمثیلی، با چی عملکردهای در برابر قشر روحانیت میجنگیدن. امروز کجا شدن؟ متوجه هستین؟ یکی از عذابهای سخت و دردناکی که اهل باطل بر اساس شاهدی قرآنی در همین دنیا میبینن این است که ریشهشان خیلی سست است. این احوان البیوتی لبیت العنکبوت. دقیقاً سست پایترین و بی بنیادترین خانه ها خانه عنکبوت است. همین تاردوانک یا جولاگک که در اصطلاح عادی که ما میگیم، در برابر اندک، حتی در برابر یک نسیم نرم صبحی در فصل بهار از بین میره. روش و منهج باطلگرایان و کسانی که تأثیر پذیری از فرهنگ غربی علیه قشر روحانیت در یک کشور، در یک سرزمین اسلامی دارن، عیناً به این تأثیر میمونه. پس توصیه ما به عنوان یک فرزند همین سرزمین، نه به عنوان یک عالم و به عنوان یک ملا، و افتخارم میکنیم روی کلمه ملا. امروز اگر کلمه ملا بدنام است، اگر بدنام هست تا جایی را، تقصیر بر سر کلمه خود ملا و تقصیر بر ملاهای واقعی نیست. یک تعداد کسانی که در اینجا چی میکنه، خب ما نمیتونیم به خاطر، به اصطلاح عادی ما میخوایم صحبت بکنیم، به خاطر یک شپش ما تمام لحاف با آتش بزنیم. بودن، بله، علمای سو در جامعه بودن، هستن و خواهند بود، ولی خیلی به انصافی است، خیلی دور از کمال مردانگی است که ما به خاطر چند ملای متظاهر به تقوا، متظاهر به اصلاح، متظاهر به علم شریعت، همه ملاحره روشان خط منفی یا چلیپا بکشیم و بگوییم که جامعه روحانیت یک جامعه گند زده و کثافت زده است و یک جامعه است که همیشه رو به جمود رفته، یک جامعه منجمد است. اصلا امکان نداره. به گفته امام ابن قیم جوزی، به عنوان روانشناس و جامعه شناس فقید جهان بشریت که بالاتر از چندین صد سال کتابهاش و اندیشهاش در میان مردم جا باز کرده، هر کسی که در برابر جامعه روحانیت حرفای رکیک میزنه، او دیگه مسلمان واقعی نیست. اگر آگاهانه این حرف را میزنه، دیگر مسلمان نیست. حتی ملا علی قاری رحمه الله در کتاب الفاظ کفرش همین را گفته، کسی که در برابر طبقه روحانیت حرفای زشت میزنه آگاهانه، او کافر است. اگر ناگاهانه است، در سرحد کفر رسیده که اگر بار دوم این گپ ادامه بده، او انسان کافر است. به خاطر چی؟ بد گفتن جامعه روحانیت و جامعه دینی یا طبقه علما در واقع بد گفتن صحابه است، بد گفتن صحابه، بد گفتن از پیغمبر است، بد گفتن از پیغمبر است، قرآن است و از قرآن است، الله است. وقتی که بد گفتن به الله برسد، دیگه چیزی باقی نمیمونه. این تک موضوعات فعلا در جامعه به عنوان یک بلا دهن باز کرده و مردم به کام خود میبره. الله همه جوانان من را یک خصلت خوبی نصیب بکنه که او خصلت، خصلت تحقیق است. امروز جهان، جهان رسانه است، جهان است که زمین با این همه بزرگیش به یک کابینت و یا به یک صندوقه که کوچک تبدیل شده. ما میتونیم از آن سوی دنیا، از مخفی ترین جاهای زمین توسط اینترنت و رسانه آگاهی پیدا بکنیم. بیاین تحقیق بکنین واقعیت چه قرار است. من در کتاب های استعمار شناسی زیاد مطالعه کردم. اولین کاری که جهانی بریتانیا امروزی که به عنوان یک امپراتوری غاصب، امپراتوری زورگو، امپراتوری که فرعون صفت و نمرود صفت است، در هر کشوری که
استعمار وارد میشد. مثلا فرانسه که عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه جهان غرب بود، وقتی که در الجزایر رفت یا در ایتالیا رفت، کشور ایتالیا در لبنان رفت که حضرت عمر مختار رحمه الله در برابرشان جنگیدند، یا در هندوستان در برابر مسلمان ها و غیر مسلمان هاش که استعمار کشی کردن، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله در برابرشان که جنگید، یا در کشورهای آسیای میانه در افغانستان خود ما شما، اولین کاری که اینها میکنن همی هستن که جوانان را در برابر قشر روحانیت بد نظر میسازن، چون میفهمن که کشتیبان یا ناخدای دریای دین و دین محوری هر کشور اسلامی همین علماست. زمانی که کشتیبان از کشتی که برکنار شد، کشتی در میدان در بحر پرتلاطم غم و مصیبت میمونه، دیگه کسی نیست که راهنمایی بکنه، اینا غرق میشن. این یک موضوع در چه هست؟ پس ما بیایم ببینیم در این قسم یک دام خطرناک غرق نشویم، آگاهانه باشیم. امروز یک جوان در رشته کامپیوتر ساینس، در رشته حقوق، در رشته زراعت، در رشته طب لیسانس و ماستر و دکترا میبره، ولی باز هم ببینیم با وجودی که این آدم در سرحد دکترا راست در رشته تحصیلیش، در رابطه با این که هایا این موضوع حق است یا ناحق، آیا این همه دین ستیزی هایی که در جامعه ما در جریان هست واقعیت دارد یا خیر، بیایم تحقیق بکنم، اصلا این تک فرهنگ وجود نداره. پس ما از چنین فرهنگ هایی، از چنین جوانانی، از چنین مردمی چی توقع بکنیم؟ من در یک سخنرانی های خود در رابطه با افزایش نسل بیکیفیت در جامعه صحبت کرده بودم که با کمال تاسف کسانی که از این همه موضوعات آگاهی ندارن، تحقیق نمیکنن، مطالعه نمیکنن، بدون شک مستاق نسل بیکیفیت هستند. و نسل بیکیفیت در یک کشور اسلامی در واقع یک طعمه آماده شده جهان غرب و استعمار و سیکولار است که با آسانی میتونن او را بیخی کاملا به شکمشان فرو ببرن بدون از اینکه بجوان و زحمت بکشن. نسل بیکیفیت در هر منطقه و در هر جامعه در واقع اونها میزبانان داخلی استعمارگران خارجی هستند که اونها را استقبال میکنن، بیان تا هر چی که دلشان بخواد در کشور انجام بدن انجام بدن. دقیقاً جناب استاد گرامی، بعضی ها میگن که ملاها فلان کار میکنن و فلان کار انجام میدهن و کارهای زشتی را انجام میدهن، نظر شما و این سخن از نظر دینی چی رقم است؟ و در زمان بعضی ها اعتراض میکنن چی در دنیای بیرون صفات اجتماعی و چی در صفات اجتماعی، میگوین که علما و ملاها خودشون تعدد زوجات دارن، مثلا چند تا زن میگیرن، نظر شما در راستا چی هست؟ در این موضوع ما بعضی موضوعات را در اینجا آماده کردیم. باید در برابر این سوال ما بگویم که واقعا یک کسی به نام عالم در صفحات اجتماعی میآید، یک فتوا را به دروغ میگه. بلی امروز ما بارها دیدیم خودیم یک تعداد دعوتگرا هستند، البته به نام دعوتگر. دعوتگر از خود خصایل داره، ویژگی ها داره، نشانه ها داره. نمیشه که هر کسی به مو گفته شعر شاعر، نه هر کس کلاه کج گذاشت قلندری داند، یا هر کس مثلا یک ریش گذاشت یا اندک کاکلی یک طرفه شانه کرد، یا مثلا عینکی در چشم ماند یا چیز دیگه ماند در صفحات اجتماعی ظاهر شد، او به نام عالم دانشمند تکدار دین شود، یا مثلا مبلغ سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته شود، این گپ دروغ است. ولی با این همه اگر یک عالمی واجد همه شرایط هم اگر هستند، درست است؟ واجد همه شرایط، یک مفتی، یک کسی که دکترا داره در اصطلاح امروزی و شیخ الحدیث و مفتی هم هست، من یک فتوا را غلط میگه در رسانه، متوجه هستین؟ او یک فرد است، او یک فرد است، این آدم معصوم نیست، علما معصوم نیستن. درست است که ما امروز یک تعداد کسا را داریم که فتواهای غلط در رسانه ها میتن و همین فتواهای غلط یا همین قسم عالم نماها در جامعه گند و کثافات را انداخته. ما خودم در صفحه واتساپ ما سوالای زیاد میاد، خواهرها و برادرها میپرسن که فلان عالم این گونه گفت، شما چی تو میگید؟ زمانی که فتوای عالمه که در ترازوی نقد که بندازی کاملا غلط است. خب عزیز، خو اشتباه کرده، حالا تو به خاطر یک اشتباه است تمام علما را بد میگی؟ علما که معصوم نیستن، اشتباه میکنن، درست است؟ این هم اول نقطه اولی یا شماره اول جواب ما در برابر سوال شما است که علما معصوم نیستن، اشتباه میکنن. ما به خاطر اشتباه علما متوجه هستین دین را غلط ندانیم، غلط بودن علما نمایندگی از غلط بودن دین نمیکنه. متوجه هستین؟ با گفته یمود دعوتگر بزرگ، زمانی که شما در یک جای صحبت میکنین بگوین که این حرف من است، اگر اشتباهی بود اشتباه را به من نسبت بدید، به دین من نسبت ندید. به خاطر چی؟ شاید ما از دین برداشت غلط کردیم یا درست نفهمیدیم، برای شما یک موضوع را نادرست فهموندیم. هیچ کسی، هیچ غیر مسلمانی حق نداره یک مسلمان را رفتار دین را در
قالب رفتار یک مسلمان عادی، یک مسلمان گناهکار قضاوت و فیصله بکنه. و هیچ مردمی در یک کشوری که مسلمان هستن حق ندارن که یک عالم را که دیدن تمام علما را به چیز قیاس بکنن یا جو بکنن یا فکر بکنن که علما معصوم هستن. نخیر، علما معصوم نیستن، اشتباه میکنن. دومی که علما دین نیستن. بله، موضوع را دقت کردین؟ دقیق. علما دین نیستن، علما مبلغان دین هستن. پس فرق میان دین و مبلغان دین خیلی زیاد است. بله، موضوع گرفتیم؟ دقیقاً. خب دین همین دین است که الله تبارک و تعالی میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. درست است؟ بله. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین را برای شما تکمیل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت های خود را برای شما تمام کردم. دانشمندان تفسیر هر قسمت میگن اتممت علیکم نعمتی یعنی چی؟ یعنی من تمام فرهنگ ها و تمام مسائلی که زندگی شما را به سوی رشد و شکوفایی میبره در اسلام قرار دادیم. شما با وجودی که اسلام در زندگیتان هست حق ندارین دروازه سایر ادیان آسمانی منسوخه و غیر آسمانی وضعی را تک تک بکنین که این مساله را برای ما یاد بدین. به خاطر چی؟ همه چیز در اسلام هست. دقیقاً. اگر در فطرت ناب و سلیم انسانی برابر باشه، اگر نباشه اسلام در اونجا هیچ برنامه‌ای نداره و این نشانی از تقصیر و کوتاهی اسلام هم نیست. پس علما دین نیستن. علما که دین نبود، پس ما حق ندارم که یک موضوع را به علما نسبت بدم. اشتباه میکنن. امام مالک رحمه الله امام دارالحجره لقب داشت. یکی از امامان چهارگانه اهل سنت و جماعت است که همه میدونن. در کنار قبر مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله مینشست، حدیث میگفت برای شاگردانش و میفرمود هر قول هر کسی هم قابل رد است و هم قابل تایید الا صاحب هذا القبر، اشاره میکرد با دستش به قبر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر کسی را میشود هم حرفش را قبول کرد هم نکرد مگر صاحب این قبر، جز پیغمبر. حتی حرف صحابه هم گاهی بعض وقتا که ما ببینیم چون معصوم نیستن امکان داره که نقد شود. درست است؟ عقیده اهل سنت و جماعت در قسمت چیست؟ جز انبیا دیگر هیچ کس معصوم نیستن. این عقیده اهل سنت و جماعت است. پس علما دین نیستن. زمانی که علما دین نبود، پس دین را در پرتوی علما قضاوت نکو. نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. ما مردمان را در ترازی حق قضاوت میکنیم، میشناسیم که آیا این آدما در ترازی حق برابر هستن یا خیر. نه اینکه حق در ترازی مردما. یک عالم امروز اشتباه میکنه، ما حق نداریم بگوییم که دین اشتباه است. این تک موضوع. نقطه سومی چیست؟ هر کسی که کلاه سفید سر کرد، ریش ماند، لنگی سفید سر کرد، لباس روحانیت پوشید، او عالم دین نیست. امروز یک حاجی هم در وقتی که در بیت الله بره دوباره که پس برگرده یک لنگی بسیار بزرگ بسته کرده. حاجی که شاید در اونجا که رفته مناسک حج خودم درست یاد نداشته، خدا به چقدر اشتباهات کرده. دقیقاً. پس ما میتونیم بگوییم عالم؟ ولی امروز یک کسی کلاه سفید سر میکنه، یک آدم سفید کلاه سفید سر میکنه، مرا فرض بکن که یک قوم خشم خوب ریش مناسب داره، ما که یک عالم دین هستم ریش ما خرد است و او آدم سه برابر ما ریش داره، آخه پس ما خیلی بی سواد هستم و آدم عالم دین است؟ به این معناست تنها به ظاهر نمیشه که کسی را ما قضاوت بکنیم. هر امام سفید ما نمیتونیم که بگیم عالم دین و هر کسی که به نام عالم خود معرفی بکنه نمیتونه عالم دین. پس وقتی سخن از این قرار است، ما حق نداریم نام ملاها را بد بکنیم، با انگشت انتقاد طرف ملاها ببینیم یا مثلا کلمه ملا را یا نام ملا را بد بکنیم. این در واقع یک فرهنگ غربی است که در برابر می جنگه، ما را از هم می پاشه و نابود ما را میکنه. و موضوع دیگرش این است که عالم دین باید علم داشته باشه. بیایم در این موضوع بچرخیم. عالم دین باید علم داشته باشه. خب امروز کسانی که در رسانه ها به نام عالم دین، به نام دعوتگر میچرخند، خب اینا را چیکار بکنیم؟ آیا به خاطر نام ملاها را بد بکنیم؟ آیا وقتی که او اشتباه کرد در رسانه یک آدم است، وقتی که پشت سر رفت کار خراب میکنه، ما میبینیمش بگیم که ملاها حق نداریم این موضوع را بکنیم؟ ببینیم او علم داره یا خیر. شرایطی که یک عالم باید داشته باشه در این آدم موجود میشود یا خیر. درست است؟ این موضوع را ببینیم بعدش ما قضاوت بکنیم. امروز یک تعداد کسا هست در صفات. ما بعض وقتا صحبت بعض کسا را من تعقیب میکنم، یک تعداد مردم ها کاملا هیچ عالم نیستن، فقط با خواندن چند تا رساله فارسی خودشان را دعوتگر نامونده. هدف ما توهین به دعوتگرا نیست، ما به دعوتگرا توهین نمیکنم، ولی میخواهیم که سر را از ناسر فرق بکنم در سخنان خود.
بله. یک تعداد مردم ها با خواندن چند تا کتاب فارسی خودشان را عالم و مفتی نامودن، علم عربی را نمیفهمند، در حالی که علما در قواعد فتوا میگن کسی که علم عربی را نفهمه، همین علوم عربی را نفهمیده باشه، فتوا از قابل اعتبار نیست، اگرچه که درست هم بگن. بله. الله تبارک و تعالی پیامبر صلی الله علیه و آله میگه خدا میفهمه که تو پیامبرش هستی، ولیکن منافقین دروغ میگن. منافقین میگن که تو پیامبر هستی، الله میگه که خدا میفهمه که تو پیامبر هستی، ولی میگه که منافقین میگن که تو پیامبر هستی، حرف منافقین دروغ است، نه که تو پیامبر نیستی. بله. متوجه هستی؟ علما میگن کسی که علوم عربی را نمیفهمد، تحقیق ندارن، تخصص ندارن، فتوا میتن در شبکه‌های اجتماعی، حتی قیافه‌شان با علمای روحانیت برابر نیست، اگر درست هم بگویند بازم غلط گفتن، قولشان قابل قبول نیست. این موضوع بسیار مهم است. امروز زالی هیچ کس علم نداره، با خواندن چند کتاب فارسی میخواد عالم چه میکنه؟ ما با دیدن یه آدم باز بخیزیم بگیم که علما بد است، ملاها بد است، این کار ملایی است، این اندیشه اندیشه ملایی است، من نمیخوام ملا باشم، امان از دست ملاها، از دست ملاها، جامعه را ملاها خراب کرد، یا ملا بود که کشور جور نشود. این تک موضوع. و موضوع دیگری که شما اشاره کردین که در رابطه با تعدد ازدواج ملاها، چند روز پیش یک جوان خوب ما در رسانه ها به نام استاد نصرت الله صاحبی، جوان خوبی است الحمدلله، ما برش افتخار میکنم، دعوتگر است و انسان خوبی است، این مسکین زمانی که در رسانه رفت، اول خو امو کسی که نطاق بود، ما اکثر نطاقا هم در برنامه ها میگم، در برنامه های رادیویی چیست، اکثر من نطاقا و یوتیوبرها هم اینا شیطانک هستن، اکثرشون دور از خوبشون باشن، یک سخن را کنجکاوی میکنه، از دهن یک نفر میگیره، او یک آدم پاک و معصوم است، و او را در رسانه ها چی میکنه، یک عالم پروپاگاند را میندازه فقط به خاطر درآمد چند پول، که این پول حرام است، این پول در واقع هیچ حلالیت نداره، آه و حال کسی که از این پول نان میخوره. متوجه هستین؟ وقتی که این با افتخار گفت که مسیح همسر دارم، خوب حقش است. بله. پس مردم چه حق دارن که این را طعنه بزنن، علما را طعنه بزنن؟ ده ها صحبت و سخنرانی در صفحات فیسبوک ما دیدم که علیه امید جوان و علیه سایر علمایی که چی میکنن، یا دعوتگرایی که این کار انجام میدن شدن. خب کجا این کار مشکل داره؟ وقتی که تو میگی بعضی کسا رو ما شنیدیم که اینا دعوتگر میشن به خاطر که زن بگیرن، تو فکر کن این سخن بسیار خطر، سخن سنگین و خطرناک است. دقیقاً. این قضاوت بی جایی است که تهمت است، گناه بسیار بزرگ داره. حتی این تهمت است اگر در کشور اسلامی موضوع تحقیق شود، کسی که حرف میزنه ثابت نمیتونه، باید حد قذف زده شود، یا این آدم به خاطر که تهمت زده به آدم کارش بکنه، این حقشون است. شاید هم آدم مشکل داره، درست است، او تو در پیامبر صلی الله علیه و آله زن آمد، خدا عرضه کرد به پیامبر صلی الله علیه و آله، گفت که من میخوام تو را شوهر بکنم. خب پیامبر صلی الله علیه بر اساس بعضی از موضوعاتی که الله تبارک و تعالی نخواسته بود، خب او را به زنی نگرفت، یک صحابه دیگر را به زنی گرفت، و ده ها کس دیگه، صد ها علما گذاشتن که زنها ازشون پیشنهاد ازدواج کردن، شاید این از این قرار باشه، و ده ها علما دیگری به این معنا نیست که آدم عالم نباشه، یا این نام دین بد بکنه، یا ما مردم عامه حق داشته باشیم به خاطر یک نفر همه علما را بد بگوییم، درست است؟ این در واقع یک دین ستیزی بسیار بزرگ است. توصیه ما به مردم عوام چیست؟ مردم عوام در قسمت فقط گوش به حرف یک سخنی زشت و نادرست هستن که می بشنون پاش بکنن. دقیقا. در قرآن کریم هم یکی از صفت های یهود را الله تبارک یاد میکنه، کلمه یذیعون دذال، یذیعون یا اذاعت به معنی نشر اخبار به بنیاد میگه، از نقطه نظر تفسیری قرآنی اذاعوها در قرآن کریم آمده، چون محافظ نیستم همه آیات بیادم نمیاد، هر یکی از خصلت های یهودی بودن که هر سخن را که میشنودن اذاعوها و را پخش میکردن در میان مردم. دقیقاً. درست است؟ مردم عوام خود مصداق این آیات الله تبارک و تعالی که صفت یهود است قرار نتن، تحقیق بکنن، بیاین دوستان عزیز از علمایتان حمایت بکنین، باور بکنین اگر شما از علما حمایت بکنین و علما هر چی که یاد دارن به خاطر پیشرفت و صلاح شما صحبت بکنن، همه دنیا گل و گلزار است، ولی مشکل اینجاست که جوانای ما از دین میگریزن، علما بیچاره توبکه دروازه به دروازه در دهن دروازه مردم تک تک بکنن که بیاین بسید دین، این موضوع امکان نداره. پس عالم باید علم داشته باشه، هر کلا سفید، هر امام سفید ما رو نمیتونیم عالم بگیم، هر کس با ریش تراش با یک وضعیت بسیار خراب بخیزه از دین صحبت بکنه. در ماه رمضان ما ویدیو رو تماشا کردم، یک کس یک فتوای چنان خرابی را داد، درست نیست من نامش در رسانه بگیرم به خاطر که کسر شان و حیثیتش نشه، حال نمیشه که ما رو صحبت بکنیم، این چه فکر بکنیم که این ملاست. یا مثلا گپ دیگه ای که عالم باید پرهیزگار باشه، درست است،
عالم باید پرهیز کنه. خیلی از کسا رو ما امروز میبینیم در رسانه ها صحبت میکنن ولی خودشان دور از انسان های درست باشه، چهار عیب شرعی هستن. عالم ها به خاطر دیدن امیت یک آدم ها، به خاطر عمل یک آدم ها، علما را در ترازوی نقد قرار بدیم، کلمه ملا را به ترازوی نقد قرار بدیم، آیا ما حق داریم بگوییم که فلان رو بسم الله؟ این موضوع کاملا نابینصافانه است. یا دیگه موضوعات دیگری از این قبیله که باید ما شما زیاد متوجه باشیم. پس جفا و ظلم بزرگی که در قسمت صورت میگیره در حق ملاها همین است. البته مخاطبان عزیز فکر نکنن که این آدم خودش ملا است از ملا چی میکنه. ما وقتی که در این قسمت شدیم در این روی از این کرسی نشستیم صحبت میکنم به منظور دفاع از علما، ما از قشر علما کشیدم بیرون به عنوان یک فرد عادی قرار دادم، در ترازوی قضاوت نشستیم یا در کرسی قضاوت نشستیم، دارم قضاوت میکنم به عنوان یک مسلمان از طبقه علما، ما دارم دفاع میکنم، نه به عنوان یک عالم دین یا به عنوان یک کسی که در آغوش مدرسه بزرگ شدیم. این موضوع بسیار مهم است. خدا کنه ما تونسته باشم در این موضوع سخنان درست و سخنان قابل هضم و فهمی از زبان خود ارائه کرده باشم. خیلی عالیم جناب استاد گرامی، رسیدیم به آخرین سوال و این سوال خیلی کلیدی هست که آیا ملا ستیزی ریشه در استعمار دارد و یا خیر؟ بله، بدون شک ملا ستیزی ریشه در استعمار دارد که دارد، بلکه ملا ستیزی یعنی دین ستیزی. ملا ستیزی یعنی دین ستیزی. این فرمال از یاد هیچ کس نرود. ملا ستیزی یعنی دین ستیزی، یعنی پیغمبر ستیزی، یعنی خدا ستیزی. برای چی؟ چرا من ملا ستیزی را معادل با دین ستیزی و خدا ستیزی و پیغمبر ستیزی نیستم؟ خب معلوم است دیگر، از قرآن ثابت است. الله تبارک و تعالی در بسا جاهای قرآن کریم میفرماید پیامبران را من ارسال کردم، یا پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث میفرماید العلماء ورثت الانبیاء. خب علما وارثین انبیا است. یا علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، حدیث دیگری است. وقتی که موضوع از قرار است، خب این فرمولی که قاعده ای که ما در قسمت گذاشتم قاعده برحق است. ملا ستیزی یعنی دین ستیزی و خدا ستیزی و قرآن ستیزی و پیغمبر ستیزی، نه تنهایی که ریشه در استعمار دارد، بلکه حرف اولی برنامه های کاری جهان استعمار در کشورهای اسلامی است. گفتم زمانی که یک کشور استعمارگر مثل برتانیای ملعون، کشور آمریکای ملعون یا اسرائیل ملعون و سایر همپیمانان اینها، وقتی که یک کشور مسلمان را مورد استعمار قرار میده، اولین کاری که میکنه ملا ستیزی است. شما تاریخ استعمار فرانسه در الجزایر امروزی که یک کشور عربی است شما مطالعه بکنیم، در طول چندین سال استعمارش بالاتر از 4000 علما، که علمای عادی هم نیه، که هر کدام علما سردمدار گروه های جهادی در برابر فرانسه ملعون بود، اینا شهید کردن، و بیشتر از هزاران جوانان را از داخل خود الجزایر علیه علما خیزاندند. اگر این ملا ستیزی نیست چیست؟ در طول 20 سالی که آمریکا در افغانستان بود، از طریق محصل پوانتون خودش، خب مردم عادی اینها، جوانان تحصیل کرده ما در برابر ملاها میخیستند، در رسانه ها ملاها را به الفاظی بد یاد میکردند، سریال ها به منظور ملا ستیزی ساخته شد در کشور وارد شد، کتاب ها به منظور ملا ستیزی نوشته شد در کشور وارد شد، دختران جوان معاش داده شدند که در برابر علما بخیزن ستیزه بکنن. اگر اینها مصداق ملا ستیزی در کشور اسلامی نیست چیست؟ متوجه هستین؟ و همچنان در جای دیگه، حتی امروز ما در عربستان ببینیم، عربستان قبله دینی همه ماست، سرزمین حجاز امروزی، درست است؟ امروز هر کاری که صورت میگیره ملا ستیزی در برابر، حتی از خود رئیس جمهورش گرفته تا خیلی از مردم را در برابر، امروز علمای برحق در عربستان در زندان هستند. حتی ما در بعض صحبت های خود کردیم، هر ملایی که در عربستان، هر عالمی که در عربستان در زندان است، به این معنی است که عالم برحق است. دقیقاً. پس اینا ملا ستیزی نیست چیست؟ ملا ستیزی در هر وقتی در رأس برنامه های کاری جهانی استعمار و طاغوت قرار داشته، حتی در پیش از اسلام ما، شما در برابر حضرت موسی علیه السلام، در برابر حضرت عیسی علیه السلام، در برابر سایر پیامبران، درست است؟ پیغمبر ستیزی، ملا ستیزی هر دوش یک چیز است.
من پیشتر فرمولا برای شما اشاره کردم، بس قرآن و حدیث ثابت کردم. تشکر زیاد از استاد گرامی محمد امین مدققرغانی که تا این دم با ما بودن. تا برنامه های بعدی، الله یارو یاورتان. سلام علیکم و رحمت الله.